خب بسم الله الرحمن الرحیم. شما مثل که هر جلسه بعد از من بپرسید نه ترسید، امتحان تأثیر نداره، که امتحان نهایی همش تأثیر داره. خب من جلسه قبل عرض کردم که اگر یک موج تکفام به یک محیط با رسانندگی جی برخورد بکنه، یعنی محیط رسانا در واقع باشه، اون وقت بردار کی که تعریف میکنیم که به صورت مختلط به این شکل مینویسیم، این بردار کی در این محیط، این فرض کردیم محیط اول شفاف یعنی نارسانا و محیط دوم رسانا در واقع هست، پس با بردار کی وارد میشه تحت زاویه تتا یک و توی محیط رسانا وارد میشه. توی محیط رسانا گفته بودیم که بردار موج ضریب شکست، بردار یو هت و همچنین ثابت دیالکتریک که ما اینا مهمی هستن. بنابراین معنای این حرف این هستش که اگر من بخوام تو محیط دوم بنویسم، که از این به بعد عرض کرده بودم که من تو محیط دوم رو که با دو نشون میدم بدون دوش وارد میکنم، چون فقط میخوام تو محیط دوم بحث بکنم الان و دوش و اندیس دوش رو دیگه نمینویسم. کارو گفتیم که میتونیم به دو صورت بنویسیم، یکی کای آر هست به اضافه کای آی، یکی این که این رو به صورت به اصطلاح مختلط در واقع بنویسم در دستگاه مختصات به اصطلاح ایکس و زد، که این زد من هست، ایکس هم در این راستا. اینو انگار که تصویر بکنیم با زاویه مختلطش روی محور زد و یکی هم روی محور ایکس تصویر بکنیم. بعد اومدیم گفتیم که خب از این که کا در این که این عمود بر این فصل مشترک بود، این هست کایه که ضرب در این، اینو قبلا نشون در واقع داده بودیم، یا کاپریمیه که ضرب در این بود، یا کایه که ضرب در این که از شرایط مرزی در واقع به دست آورده بودیم. این رو اگر این رابطه بالایی رو جایگزین بکنم، یعنی به جای کاش بنویسم کای آر به اضافه کا آی آی ضرب در این، این مساوی هستش با کای کایه که ضرب در این. این طرف حقیقیه، پس قسمت حقیقیه این باید با قسمت حقیقیه این برابر باشه، یعنی بردار حقیقیه که آر، که آی هم بردار حقیقی هست، این قسمت به اصطلاح مجازیشو مشخص در واقع میکنه، ولی خود اینها بردار حقیقی هستن. میبینید که من هیچ ابرویی در واقع بالا سرشون نذاشتم. یه فرم نوشتن کا گفتیم به این صورت هست، پس کای آر ضرب در این باید مساوی با کایه که ضرب در این بشه، یکی هم کای آی ضرب در این مساوی با صفر بشه، چون این طرف هیچ قسمت مجازی نداریم. پس معناش اینه که کای آی و این موازی هستن، پس این قسمت مجازی بردار کی در راستای این هست، یعنی در راستای زد خواهد بود. پس این رو گفتیم که اسمشو بذاریم کای آی. این قسمت هم اگر کای آر یه بردار حقیقی باشه، میشه کای آر زاویهش با محور زد رو اگر من اسمشو بذارم به اصطلاح تتا، میشه کای آر ضرب در سینوس تتا، این تتا رو زاویه شکست حقیقی اسمشو گذاشتیم و این برابر با کا یک ضرب در سینوس تتا یک هست. این هم
رابطه‌ای که از اینجا به دست میاد. بنابراین بردار این که آرمن یه زاویه اینجا میسازه که اسمشو گذاشتیم تتا، تتای بزرگ اسمشو گذاشتیم. و پس این یه رابطه مهمی بود که از این جوابی که اینجا به دست آوردیم تعیین در واقع شد. خب حالا اگر این مقادیری که برای کای آی و کای آر نوشتم در داخل این قرار بدم، یعنی به جای کای آر بنویسم کای آر کوسینوس تتا در جهت زد و کای آر سینوس تتا در جهت ایکس هت، این بردار رو تصویر بکنم روی صفحه ایکس و وای. قبلا هم گفتم هیچ مؤلفه در راستای وای ندارن، در راستای جی که عمود بر این صفحه تخته هستش ندارن اینها. این رو کای آر رو در این دستگاه مختصات بنویسم، این کای آی هم به همین ترتیب کای آی بود، کای آی در جهت زد هت، بردار کای آی در جهت زد هت یا همون ان بود. اینو به این صورت نوشتیم. خب این با این برابره، با این چیزی که اینجا نوشتیم گفتیم که برابر هست. و نتیجه‌ای که گرفتیم این بود که مؤلفه‌های زد اینها با هم دیگه برابره، یعنی کای آر کوسینوس تتای بزرگ به اضافه آی کای آی مساوی هست با کا کوسینوس تتا. و یکی هم این که بنویسیم کای آر سینوس این مساوی با کا سینوس این تتایی که اینجا داریم. بنابراین مؤلفه ایکسی که اینجا در واقع داشتیم با مؤلفه ایکس این برابره، مؤلفه زد این دوتا هم که جمع این و این بود مساوی با این رابطه شد، که یه رابطه هستش که خب از توی این روابطمون به دست آوردی. خب اگر من بیام این کای کوسینوس تتا رو به صورت اومگا سیوم پی به اضافه آی کیو نشونش بدم، چون یه کمیت مختلط در واقع هست، این یک کمیت مختلط در واقع هستش، این رو به صورت اومگا سیما پی به اضافه آی کیو نشونش بدم، معنیش این هستش که کای آر کوسینوس این تتا مساوی هستش با اومگا سیما پی، و همچنین کای آی مساوی هستش با اومگا سیما کیو. و این نشون میده که این کای آی که قبلا نوشته بودیم تو میدان‌های الکتریکی ای و بی که بخش دامنه رو در واقع تشکیل میده، دامنه کاهش در واقع پیدا میکنه مقدارش با یک نما، مستقیما با این کیو ارتباط داره. این کای آری که اینجا هستش رو ما باید حالا حسابش بکنیم. برای اینکه این رو حساب در واقع بکنیم از این رابطه بالایی من استفاده میکنم که کای آر سینوس تتا هستش، این کا ضرب در سینوس تتا، این کای آ ضرب در سینوس تتا. اگر به این در واقع نگاه بکنید این معناش اینه که کا سینوس تتا هستش کا یک سینوس تتا یک.
از اون حاصل ضرب از اونجا این هم نتیجه در واقع میشه. بنابراین به جای این کاسینوس تتا این یه چیز حقیقی در واقع داره که میشه کا یک سینوس تتا یک. حالا اگر این دوتا رو این دوتا معادله ای که اینجا به دست اومده که کای آر سینوس تتا هست و کای آر کوسینوس تتا هستش اینا رو با هم دیگه به توان دو برسونیم جمع بکنیم به دست میاد که کای آر مساوی هستش با این توش یه امگا سیوم داره این در واقع هست امگا سیوم ان یک عددهای موج همین بودن دیگه امگا سیوم ضرب داره ان میشد بنابراین این توش امگا سیوم داره اینم امگا سیوم داره پس اینجا من میتونم توی این رابطه امگا سیوم رو بکشم بیرون وقتی که اینو به توان دو میرسونم جمع میزنم یه امگا سیوم میاد بیرون میشه پی دو به اضافه ان یک دو سینوس تتا یک به توان دو این کای آر من شد ببینید کای آی رو بر حسب کیو به دست آوردم کای آر هم که هدف هم به دست آوردم بردار موج در محیط دوم بود دیگه بردار موج توی محیط دوم چی هست اگر اینو تعیین بکنم اینو تعیین بکنم همه چیز تعیین شده در واقع هست اول اینجا تعیین کردم که یه کای آری هست و یه کای آی هست که اگر اندازه این و زاویه این تتای بزرگ رو تعیین بکنم همه چیز تعیین شده در واقع هست خب اینجا نشون دادم که کای آی این هست کای آر هم اینه اگر من پس پی و کیو رو تعیین بکنم کای آی و کای آر تعیین شده هست اندازه این بردارا رو تونستم تعیین بکنم و خب طبیعتا اون وقت این رابطه‌ای هم که اینجا من دارم سینوس تتا رو هم به من خواهد داد یعنی این کای آر که از اینجا تعیین بشه تتای کای یک تو محیط اوله محیط اول میدونم چیه همه اطلاعاتش رو دارم بنابراین اینو تعیین کردم اینو دارم تتا هم مشخص در واقع خواهد شد برای اینکه این کارو بکنم برمیگردم به این رابطه ای که به اصطلاح نوشته بودم اینجا تو این رابطه ای که نوشته بودم به دست آورده بودم که این امگا سیما پی به اضافه آی کیو هستش این کا به اصطلاح کوسینوس تتا اگر این رو من بیام بر حسب این در واقع بنویسمش این کایی که اینجا هستش رو این در واقع بکنم اون وقت این هستش پی به اضافه آی کیو پس که جلسه قبل در واقع این رو به دست آوردیم که چرا اینطوری در واقع هستش و به جای این اگر این دو من بنویسم اینطوری در واقع وارد بکنم البته یه چیزم جا انداختم ببخشید این کوسینوس تتاشو جا انداختم اینجا خود این کا در واقع هست این ضرب داره امگا سیوم خود این کا این هست کوسینوس تتاش هم که سر جای خودش میشه امگا سیوم پی به اضافه آی کیو این امگا سیوم ها رو که حذف کنیم میشه این ضرب داره کوسینوس تتا این هم هستش این دو کوسینوس تتا به توان دو و اگر من به جای این کوسینوس تتا یک منهای سینوس تتا به توان دو بنویسم این طرف میشه پی دو منهای کیو دو به اضافه دو تا آی پی کیو اون وقت
به جای این جمله اول به جای N2 بنویسم ثابت دی الکتریک تو محیط دوم، چون میدونم N2 هستش ثابت دی الکتریک به اصطلاح مهمی. این در این ضرب بشه، اولیش که در این ضرب بشه میشه N2، این یکی در این ضرب بشه N سینوس تتا، همون N1 سینوس تتا 1 هست. قانون اسنل در واقع اینو داره به من میگه. پس این هم مساوی با این هست، N سینوس تتا. ببینید اینا همه اندیس 2 داره دیگه، من دوهاشو اونجا حذف کردم، این چیزی که اینجا گفتم. قانون اسنل به من میگه که، یا همین چیزی که اینجا دارم، این هر دو امگا سیوم داره، N سینوس تتا هست، N1 سینوس تتا 1. پس جمله دوم به جای N2 سینوس تتا 2 من اینو گذاشتم، جمله اولم به جاش این رو در واقع گذاشتم. به جای این N1 هم میتونم ثابت دی الکتریک محیط اول رو بنویسم. بنابراین اینجا اینو پاکش میکنم، مینویسم K1. محیط اول شفاف بود و بنابراین اینش مساوی با رادیکال کی هست. پس اینم اینجوری بنویسم، این مساوی میشه با پی 2 منهای کیو 2 به اضافه 2 تا آی پی کیو. خب به جای این کا هم میتونم بنویسم کای آر به اضافه آی کای آی، که این کای آر ثابت دیلکتریک محیط دومه و کای آی هم همون جی تقسیم بر 2 اپسیلون صفر محیط دومه. اینم قبلا گفتیم دیگه، همون ثابت دیلکتریک محیط دوم، اسمشو بزنیم کادو. این هم هستش به اصطلاح جی تقسیم بر اپسیلون صفر اومگا. ثابت دیالکتریک موهومی رو همون اول که داشتیم معادلات ماکسول رو نوشتیم دیگه، بخش موهومی داشت، بخش به اصطلاح حقیقی داشت، یه قسمت مجازی داشت، یه قسمت حقیقی در واقع داشت، که قسمت این ثابت دیالکتریک محیط دومه. پس این کای آرش حقیقیش میشه ثابت دیالکتریک محیط دوم و این کای آرش هم میشه رسانندگی محیط دوم تقسیم بر اپسیلون صفر اومگا. این رسانندگی جی دو دیگه من نمی نویسم، چون یه جی بیشتر نداریم، محیط اول که اصلا رسانندگی نداره. بله بله بله، اصلا تعریفش همین بود، تعریفش اصلا همین بود، نه اصلا ربطی در واقع من این به اصطلاح اپسیلون صفر رو اگر یادتون باشه ما اون کاش رو کشیدیم بیرون، با اون اپسیلون بود، خود محیط اپسیلون در واقع بود ولی غیر مغناطیسی بود، اون که رو کشیدیم بیرون به این صورت در واقع در اومد. پس این همیشه اپسیلون صفره. از این تساوی این دوتا قسمت حقیقی و قسمت مجازی اینها رو اگر مساوی هم دیگه قرار بدیم به دست میاریم کادو یا همین کای آر من بنویسم دیگه، اینا رو وارد نکنم، به همین صورت بنویسم کای آر که مال محیط دومه به منهای K1 سینوس تتا 1 به توان 2 باید مساوی باشه با P2 منهای Q2. این و قسمت مجازی این هم که فقط کای آی داره، این کای آی هم باید مساوی باشه با 2 تا PQ. این 2 تا معادله، 2 تا مجهول و از روش پی و کیو بر حسب کمیت‌های معلوم به دست میاد. این رسانندگی محیط دومه، فرکانس. این ثابت دیالکتریک محیط دومه، این ثابت دیالکتریک محیط اول در واقع هست. این هم زاویه تابشه، پس اینا معلومن، اینا کمیت‌های مشخصه که به ما داده شده. پی و کیو را از اینجا میتونیم پیدا بکنیم که چی هستش، که من جلسه گذشته یک رادیکال بزرگ از این معادله الواقع نوشتم و به دست آوردم که این هستش 1/2 مثبتش مال پی هست، منفیش مال کیو هست، کای آر
منهای K1 سینوس تتا 1 به اضافه رادیکال کای آر منهای K1 سینوس تتا 1 به توان 2، این هم به توان 2 به اضافه کای آی به توان 2 این هست. یه معادله درجه 2 بر اساس پی و کیو در واقع به دست میاد دیگه، جوابش میشه این. یه چیز ساده ای نهایتا در میاد، حالا شکلش. ولی جلسه قبل باز من عرض کردم که اگر تتا 1 رو مساوی با 0 قرار بدید، یعنی زاویه فرودی عمود در واقع باشه، به صورت عمود تابیده بشه، این جملات صفره و این چیزی که به دست میاد از این رابطه کای آر هست، اینجا هم کای آر هست، اینجا کای آی هست، همون انو کی هستش که قبلا به دست آوردیم. یعنی در حالت تتا 1 مساوی با 0 این پی و کیو تبدیل به انو کی در واقع خواهند شد که به اصطلاح همون ظریف شکست حقیقی و مجازی محیط دوم در واقع هست که با n نشونش دادیم. این n رو بود n به اضافه ik دیگه، این بود در محیط دوم. بنابراین یه جورایی این pq میتونیم بگیم تعمیم یافته به اصطلاح این ظریف شکست ها در واقع هستن. خب ولی این کمیت بالاخره معلومه. این وقتی که معلوم شد پی و کیو معلوم شد، این پی و کیو رو پی رو میذاریم داخل این، کیو رو میذاریم داخل این، بردار که من که دنبالش در واقع بودم که تو محیط دوم چی هستش تعیین در واقع شده. و بعدش هم از روی این رابطه شما میتونید تتا رو در واقع تعیین کنید. پس این زاویه تعیین شده، این بردارها همه تعیین شده در واقع هستن و من میتونم پیدا بکنم که در محیط دوم که رسانا هستش میدانهای الکتریکی من و مغناطیسی من چی هست، که میتونیم بنویسیم میدانهای مغناطیسی رو و الکتریکی رو. خب من تا جلسه قبل تا اینجا رو در واقع بحث کردم، اما اگر بیایم تو این روابطی که اینجا داریم که هنوزم پاکش در واقع نکردم، این جمله رو، این چیزی که اینجا ظاهر شده رو من اسمشو بذارم N بزرگ. پس اینو اسمشو بذاریم N بزرگ و این رو بهش میگم ظریف شکست حقیقی به اصطلاح محیط دوم. با اون N که اینجا گفتیم فرق داره، این اصلا با این یکی نیست، اون این n با اون یکی در واقع نیست. این رو نگاه بکنید، کای آر رو من نوشتم اومگا سیوم n بزرگ و نه اینکه این موج من اینطوری داره در واقع فازش تغییر در واقع میکنه، اینطوری منتقل میشه، فاز اینطوری داره، این صفحات با فاز ثابت در واقع هست که دارن اینطوری منتقل میشن و البته صفحات با دامنه ثابت هم عمود بر این کی آر هستن دیگه. کی آر همونطور که گفتیم توی دامنه در واقع میامد، کی آی توی دامنه میامد. پس این صفحاتی که عمود بر کی آی هستن اینها صفحات با دامنه ثابت هستن و اینهایی که عمود بر کی آر هستن صفحات با فاز ثابت در واقع هستن، که قبلا این رو عرض کردم چرا اینها صفحات با فاز ثابت هستن. این اگر نگاه بکنید یه جوری داره سرعت فاز رو یا سرعت انتقال موج رو داره به شما نشون میده. سی انوم این یه جوری سرعت فاز در واقع هستش، فاز من داره با این سرعت منتقل میشه. پس با این n بستگی داره،
نه با این اینی که اینجا نوشتم. این اصلا این نیست، این این کوچیکی که نوشتیم که ضریب شکسته، این اصلا در واقع این نیست. اگر یه به اصطلاح بررسی این معادلاتمون رو انجام بدیم، یکی این رابطه بود، نگاه بکنید تو این رابطه، من اینا رو هنوز پاک نکردم و مجدد نوشتم که از توش نتایجی در واقع بگیرم. که آر کوسینوس تتا هست اومگا سیوم پی. اگر این رو من بر حسب این اومگا سیوم این بنویسم، که این هم منظورم این هستش، اومگا سیوماش هضم میشه و به من میگه که این بزرگ ضرب در کوسینوس تتای بزرگ مساوی هستش با پی. پی که اونجا تعیینش کرده، اون رادیکال بزرگه در واقع هست. پس من تو این رابطه‌ای که اینجا داشتم، به جای که آر این رابطه رو قرار میدم و اومگا سیوما هضم میکنم، میشه این ضرب در کوسینوس تتا پی. یکی هم اون رابطه‌ای که برای سینوس در واقع نوشته بودم، که که آر سینوس تتا بود، این که آر سینوس تتا بود اومگا سیوم ان یک سینوس تتا یک. باز دو مرتبه اگر به جای که آر اومگا سیوم ان بنویسم، ان سینوس تتا میشه ان یک سینوس تتا یک. پس یه رابطه دیگه که به دست میاد اینه که ان سینوس تتا هست ان یک سینوس تتا یک. اینا روابط مهمی هستن. یه جوری نگاه بکنید، این ان رو من گفتم که ضریب شکست حقیقی نیست. ضریب شکست حقیقی اون ان کوچیکه، یعنی که این ان اصلا قسمت حقیقی این ان نیست. اون تتایی هم که اینجا در واقع من نوشتم، این تتا هم قسمت حقیقی این تتای نیست. اصلا این دوتا رابطه در واقع ندارم با هم دیگه، که این تتای به سال مختلطی که قبلا داشتیم تعریف کرده بودیم، میتونستیم بگیم یه تتای آری هست به اضافه آی تتای آی، این هست. اون تتای بزرگی که من نوشتم زاویه بین این که آی رو هست با امتداد زد، نه این قسمت حقیقی این هست، نه این انه قسمت حقیقی این انه در واقع هست، هیچ کدوم. اما نگاه بکنید، ان کوسینوس تتا، ان کوسینوس تتا قسمت حقیقی این انه در واقع میشه، قسمت حقیقی این انی که ما اینجا نوشته بودیم. بله، اون ان کوسینوس تتایی که اینجا نوشتیم، این قسمت حقیقی این پیه هست، که قسمت حقیقی ان کوسینوس تتا اینه دیگه، قسمت حقیقیش اینه. اون ان بزرگ کوسینوس تتا هم قسمت حقیقی این جمله هست. توجه بکنید، نه اون ان بزرگ قسمت حقیقی اینه، نه اون تتای بزرگ قسمت حقیقی اینه، اما ان کوسینوس تتا گفتیم قسمت حقیقی مجموع این خواهد شد. درست شد؟ بنابراین یه این خودش در این رابطه که به دست آوردیم خود به خود داره اینو به من میگه. این رابطه هم یه زیبایی خودشو داره، یعنی که انگار قانون اسنله. درسته که قانون اسنل رو ما اینطوری شروع کردیم، ان یک سینوس تتا یک، این هم باز همونو در واقع داره میگه، نه این قسمت حقیقی اینه، نه این قسمت حقیقی اینه، اما این یکی ان سینوس تتا
قسمت حقیقی این خواهد شد که خودش حقیقی در واقع هست، چون ان یک سینوس تتا یک در واقع هست. بنابراین در دلش با اینکه حالا یه جزئیاتی در واقع داره، ولی زیبایی‌های خودش هم توی این رابطه‌ای که در واقع داریم توش می‌بینیم. حالا برای چی من این کارو کردم؟ برای هدف بعدیم هست. یادتون هست من شروع کردم با اینکه به اصطلاح دو تا محیط نارسانا در واقع داشتم. وقتی که رفتم تو محیط با ان بزرگتر، دیدم یه زاویه حد وجود داره که اسمشو تتای سی گذاشتم. بعد گفتم که اگر زاویه من از اون زاویه حد بزرگتر بشه چه اتفاقی میفته؟ دیدیم که اونجا کسینوس تتای شد مختلط یا مهمی محض در واقع شد به عبارتی. و بعد گفتم خب از اونجا به بعد تابش یا بازتابش کامل در واقع هست. متوقف کردم حرفمو اونجا و بعد گفتم که حالا یه خورده کلی‌تر صحبت کنیم، این طرفم رسانا بکنیم. با رسانا که رفتیم دیدیم که این هم مختلط شد، غیر از اون زاویه که مختلط نوشتمش این هم مختلط در واقع شد. حالا برمیگردم به همون وضعیت قبلی، یعنی اینکه این طرف نارسانا، این طرف هم نارسانا، تنها تفاوتی که در واقع پیدا میکرد این دوتا این هستش که فقط اینش حقیقیه، ولی اون کسینوس تتای هنوز مجازی بود در واقع. بنابراین چیزی که داریم میگیم اینه که چون این حقیقی در واقع هستش، معناش اینه که تو این روابطی که داریم به این صورت در واقع بنویسیم. اگر اینا رو من پاک بکنم، برگردیم به همون این قسمت رو فعلا پاک کنم. پس محیط دوم من که ضریب شکستش حقیقی هست، ان یک حقیقی، ان دو هم حقیقی هست، چون هر دو نارسانا هستن. این ان دو رو من میتونستم به صورت کا دو بنویسمش یا کا دو حقیقی بنویسمش اینجا، چون حقیقی مجازی برای کا تعریف کردم برای رسانا. کا دو مجازی هم صفره، چون این هست جی تقسیم بر جی صفره دیگه. بنابراین میتونم آ رو آی رو اصلا کلا حذف کنم، چون هر دو به اصطلاح نارسانا هستن. این دو من میشه کادو، اون کا آی یا کادو آی صفر در واقع هست، چون رسانندگی اصلا در واقع نداره. ولی کوسینوس تتا دو من که الان دو رو میذارم چون با یک هم کار دارم، همون کوسینوس تتایی بود که اینجا نمیشم دوهاش رو حذف کرده بودم اینجا، این کوسینوس تتا دو من مجازی باقی میمونه. این چی بود؟ این بود یک منهای سینوس تتا دو به توان دو که این بزرگتر از یک بود. یادتون باشه توی زمانی که ما داشتیم زوایای بزرگتر از زاویه حد رو بررسی میکردیم، پس من برگشتم به اون حالت که این کوسینوس به اصطلاح میشه مجازی کامل یا موهومی محض در واقع خواهد شد. اگر به جای این سینوس تتا دو من بنویسم ان یک به ان دو سینوس تتا یک، ان دو به ان یک هم بود سینوس زاویه حد، این رو اینطوری میتونیم بنویسیم، ان دو به ان یک زاویه حد در واقع بود. و چون این تتا یک بزرگتر از تتا سی هستش، پس این میشه بزرگتر از یک. من اینو اگر فاکتور بگیرم از یه منها در واقع فاکتور بگیرم، میشه سینوس تا
تتا یک به سینوس تتای سی به توان دو منهای یک. این الان میشه حقیقی. پس این کوسینوس تتای در واقع مهمی محض در واقع هست. این دو هم که حقیقی در واقع بود. یادتون هست که ما به دست آوردیم این کوسینوس تتا بود پی به اضافه آی کیو. اینجا پاک کردم، اینجا بود، این قسمت از همین این به دست می اومد که کار رو نوشتم اومگا سیوم این ابرو اومگا سیوم رو حذف کردم، این کوسینوس تتا بود پی به اضافه کیو آی کیو. خب اینجا این من این حقیقی هست، همون این دوه، این دو هست، کوسینوس تتای من اینه، به اصطلاح اون مجازی، کاملا مجازی در واقع هستش. بنابراین به من میگه که این هست آی. اسم این چیزی هم که اینجا هستش، حالا همین رو خودش رو فعلا بنویسیم، سینوس تتای سی به توان دو منهای یک، این مساوی باید باشه با پی به اضافه آی کیو. معنای این حرف این هستش که پی مساوی با صفره. این ان کوسینوس تتای من که برای این حالت نوشتم پی مساوی با صفر هست و کیو من هم مساوی با رادیکال سینوس تتا یک به سینوس تتای سی به توان دو منهای یک. این یه کمیت حقیقیه چون این بزرگتر از یکه. خب بنابراین پی صفر، کیو مساوی با یه اندو هم داره، بله یه اندو هم اینجا داره. خب پس یه رابطه مهمی رو من اینجا به دست آوردم که پی صفره و کیو این رابطه هستش. اگر برگردیم به اون به اصطلاح ضریب بازتابش یا انعکاس، اگر رابطه این رو بنویسیم که بود آر یک دو ضرب در آر یک دو استار، نرم آر یک به توان دو در واقع بود، توی مقادیری که برای آر یک و آر دو در واقع داشتیم این رو جایگزین بکنیم، یا آر یک دو پی یا آر یک دو اس، فرقی در واقع نداره، هر کدومو که بذاریم اون آر یک یادتون هستش که چی بود؟ آر یک دو مثلا اس بود ان یک کوسینوس تتا یک منهای ان دو کوسینوس تتا دو تقسیم بر جمع این دوتا، و آر یک دو پی هم بود که ان دو کوسینوس تتا یک منهای ان یک کوسینوس تتا دو تقسیم بر همین به اضافهش، که تو اینجا تتا دو من مختلط در واقع هست. توی وقتی که به اصطلاح تو هر دو رسانه در واقع هستن گفتیم تتا دو فقط مختلطه، اینها همه حقیقی در واقع هستن. اگر من بیام اینها رو جایگزین بکنم به جای ان کوسینوس تتایی که اینجا دارم، مثلا تو این یکی این ان دو کوسینوس تتاست دیگه، این ان دو کوسینوس تتا این پی صفر همون آی کیو در واقع میشه، برای آر یک دو اس این میشه، این یکی هم میتونم مثلا فرض کنم از یه ان دو اگر به اصطلاح چیز بکنم این کوسینوس تتو رو از تو اینها میتونم پیدا کنم، چون ان که حقیقی در واقع هست، اینش مهم در واقع نیست، اینم مشابه با همون انجام بدم، فقط یه به اصطلاح چیز خواهم داشت، اینو اس بذارم که ساده تره که هر دو اینها رو داره، که تو این رابطه ما همین رو داریم، ان دو کوسینوس تتا دو داریم، یعنی میشه پی به اضافه آی کیو، و این هم همون آی کیو در واقع هست. بنابراین
این چیزی که به دست میاریم این هستش که میشه N1 کوسینوس تتا 1 منهای IQ تقسیم بر N1 کوسینوس تتا 1 به اضافه IQ. مزدوجش هم که همین میشه N1 کوسینوس تتا 1 به اضافه IQ تقسیم بر N1 کوسینوس تتا 1 منهای IQ. که این دوتا دقیقا یکی میشه. این میشه یک. اینو در این ضرب کنیم در این ضرب کنیم میشه یک دیگه. صورت و مخرج با هم دیگه برابره. اون یکی هم اگه بخوام بنویسیم اینجا N2 کوسینوس تتا 2 نیست. اما چون N1 و N2 حقیقیان من میتونم همه کوسینوس تتا رو کوسینوس تتایی که اینجا ظاهر شده رو این رو طرفین رو تقسیم بره یه N2 در واقع بکنم و نتیجه میشه IQ تقسیم بر N2. اینه دیگه کوسینوس تتا 2 N2 کوسینوس تتا 2 این پی که صفر باز میشه IQ تقسیم بر N2. به جای این کوسینوس تتا 2 بنویسم IQ تقسیم بر N2، بازم همون در واقع خواهد شد. در هم دیگه ضرب کنید بازم میشه یک. پس چه آر پی رو من بنویسم چه آر اس رو بنویسم اینا هر دو یک در واقع هست به ازای تتاهای بزرگتر از یک. ما همین رو میخواستیم نتیجه بگیریم دیگه، که اگر در واقع زوایا بزرگتر از زاویه حد شد باستابش باستابش کامله، از اون حد به بالا کامل در واقع خواهد شد و بر میگرده. اما یه نکته مهمی اینجا وجود داره و اون این هستش که من R1 2 S و R1 2 P رو نوشتم، بیام T1 2 S و T1 2 P هم که به اصطلاح اون ذرایب فرنل انتقالی در واقع هستش اونم بنویسم ببینم چی از توش در میارم. میبینیم که غیر صفره، یعنی موج داخل هم میره نه اینکه نره. پس هم تی یک دو پی هم تی یک دو اس غیر صفر هستن. پس به نظر میرسه یه تناقض اینجا وجود داره. پایستگی انرژی که من اینجا نوشتم اینجا به من میگه که تی اس و این یک بود و تی پی آر پی یک بود، این نتیجه میشه که تی اس و از این روابطی که اینجا نوشتم واضحه که تی اس صفره تی پی هم صفره. این مشخصه از این مثل رابطه که اینجا نوشتم. اما داره میگه ضرایب فرنل غیر صفر در واقع هستن، اصلا مهم نیست، هیچ تناقضی وجود در واقع نداره. به عبارتی درسته که توی محیط دوم میدان وجود داره از ضرایب فرنل، ما میدان‌ها رو به دست می آوردیم دیگه، یعنی می گفتیم مثلا ای دو هست تی یک دو ضرب در ای یک، ضرایب فرنل اینا بود دیگه. تی یک هم غیر صفر هم پس میدان وجود داره. اما بعد ببینیم که این میدان‌هایی که داریم راجع بهشون صحبت می‌کنیم چه میدان‌هایی هستن، در چه جهتی در واقع هستن، انتشارشون به چه صورته. برگردیم به این روابط مهمی که من اینجا نوشته بودم. دو این حالت به صلاح هر دو نارسانا دیدیم که پی صفره، پی صفر بود، یعنی که ان کوسینوس تتا صفره. یکم داشتیم ان سینوس تتا بود N1 سینوس تتا 1. خب نتیجه که میگیریم این هستش که N مساوی میشه با N1 سینوس تتا 1. N صفر نیست، این N بزرگ صفر نیست، واضح هست که چرا صفر نیست. اگر با یه زاویه مثلا تتا 1 بتابونیم، یادتونه که
اون ان رو، ان بزرگ رو تعریف کردم رادیکال یا امگا سیوم هم داشت، رادیکال پی دو به اضافه ان یک دو سینوس تتا یک. اگر این زاویه تابش من غیر صفر باشه، یعنی با زاویه تابیده بشه، این واضحه که جمع این دوتا، جمع این دوتا، این که صفره چون پی صفره، میشه ان مساوی هستش با رادیکال این به توان دو اضافه صفر به توان دو، ما را ساده بکنیم میشه همین. پس ان این رابطه رو داره که اگر به اصطلاح سینوس تتا یک من صفر نباشه، این صفر نمیشه. پس ان غیر صفره. اگر ان غیر صفر باشه، نتیجه میشه که این کوسینوس تتای باید صفر باشه و نتیجه میشه که این تتای من باید 90 درجه باشه. 90 درجه چه موقع بود؟ اون کی آر من که اینجا تعریفش کردیم، اینجا این باید این جهت در واقع حرکت بکنه. کی آی که عمود در واقع بود، که آر هم در این راستا هستش. یعنی موج من در این راستا داره منتشر میشه، در این راستا، و در این راستا داره کاهش بده میکنه، چون که آر دامنه رو کاهش در واقع میداد، که آر هم انتشار رو داشت نشون میداد. یادتون هست دیگه که بنابراین معنیش اینه که اینطوری دامنه داره کاهش پیدا میکنه و تا یه جای بره این دیگه محو در واقع میشه. تعریف تی بزرگ هم این بود، نوشته بودیم اس متوسط دات ان، یعنی این که داریم میگیم صفره، این هیچ خللی توش وارد نمیشه. اس بردار انتشار در واقع هست که در راستای که آره. ان عموده، اگر یادتون باشه این اس و تی ها رو تعریف کردیم، اس دو متوسط دات ان تقسیم بر اس یک متوسط دات ان، و به این ترتیب به اصطلاح چون اس در راستای موازی با سطح در واقع است، در راستای کی انتشارش در اون راستا هست، دات ان میشه صفر. واضحه که از این رابطه هم داره صفر من میده. ولی موج در داخل اینجا ما داریم، در محیط دوم ما موج داریم، اینجا هم انتشار موج در واقع میگیم با تابش کامل در واقع هست، به دلیل اینکه اون آره رو داریم میگیم یکه در واقع. پس اینجا داریم اما کاهش پیدا میکنه. چقدر کاهش میکنه پیدا میکنه؟ من میتونم به اصطلاح اون عمق نفوذ رو به دست بیارم. عمق نفوذ چی بود؟ عمق نفوذ بود دلتا که هست یک تقسیم بر کادو آی، این بود دیگه. توی میدان الکتریکی که می نوشتیم اینها بود، یه ای صفر در واقع داشتیم، یه ای به توان منهای آی که آی دات آر داشتیم، یه ای به توان منهای آی اومگا تی منهای که دات آر داشتیم، که آر دات آر داشتیم، که این قسمت چون مجازی بود، این ببخشید اون تو اینجا در واقع که در این آی در واقع ضرب شده، این قسمت میشد دامنه به صورت یک کمیت حقیقی در واقع ظاهر میشد. این به من میگه که در راستای به سالا که آر بیشترین کاهش رو در واقع من دارم، که آر که آی هم در این راستا بود، در راستای محور زد در واقع بود که تو این شکل واضح در واقع هست، و اندازش معکوسش اون به اصطلاح عمق نفوذ رو نشون میده، یعنی جایی که دامنه به یک ایوم میرسه. اگر آر رو من بگیرم یک کاوم، این یک کاوم با این یک کاوم میشه یک ایوم. پس بنابراین این میشه عمق نفوذ. که آر هم که انتشار رو داره نشون میده، انتشار موج من در این راستاست اما کاهشش در راستای زد در واقع هست. این رو اگر به جای کای آی، یادتون هست چی نوشتیم؟ کای درویی اومگا سیوم کیو بود. از همون اول که من ان رو کار رو در واقع نوشتم، اینجا
کا کوسینوس تتا نوشتم اومگا سیم پی کیو، اون کای آیه در واقع به این صورتی در واقع در اومد که بود یک تقسیم بر اومگا سیم کیو. کیو هم که اینجا حساب کردیم چی بود دیگه، کیو اینه، کیو این هست. جایگزین اگر بکنم در داخل اون میشه سی تقسیم بر اومگا یه ان دو اونجا داشت، یه یک تقسیم بر رادیکال سینوس تتا یک به سینوس تتا سی به توان دو منهای یک داشت. من اگر از این سینوس تتا یک به سینوس تتا سی فاکتور بگیرم بیارم بیرون، این به این صورت در میاد، سی تقسیم بر اومگا ان دو سینوس تتا یک به سینوس تتا سی در یک منهای سینوس تتا سی به سینوس تتا یک به توان دو. اینا هنوز حقیقی هستن، فقط من این کار کردم از این فاکتور گرفتم اووردمش بیرون، این هنوز حقیقی در واقع هست. این تتا یک بزرگتر از تتا سیه، پس این کوچکتر از یک میشه و به این ترتیب در میاد. اما این رو اگر نگاه بکنید، این اسمش رو اگر بذاریم N، این خواهد شد C تقسیم بر اومگا N در همین رادیکاله، رادیکالی که اینجا داریم. این هم یه جوری طول موج به اصطلاح این توی این فازی که در واقع اینجا داریم کای آر هستش، اینو طول موج میتونیم تعریف بکنیم، یعنی سی انومه. این رو به صورت لاندا دو تقسیم بر دو پی تعریف بکنم، این همون تعریف طول موج دیگه، دو پی اومگا اوم اینجا هست، سی انوم سرعت، یعنی اف تقسیم بر ان در واقع هست. این رو به صورت ضریب شکست محیط دوم در واقع تعریفش کردم به این صورت. اون وقت یه همچین شکلی داره یک تقسیم بر رادیکال که میشه یک منهای سینوس تتا سی تقسیم بر سینوس تتا یک به توان دو. اینو به این شکل در واقع در آوردم که واضح بشه که یه جورایی اون عمق نفوذ با طول موج ارتباط در واقع داره، که اینو اسمتون میتونستیم مثلا لاندا بار مثلا بذاریم، لاندا بار محیط دوم. و اگر نگاه بکنید مثلا برای اگر تتا یک من درست برابر با تتا سی باشه، این عمق نفوذ میشه تا بی نهایت، این میشه صفر میشه بی نهایت. اما اگر پی دوم مثلا باشه، این زاویه رو بزرگتر از به اصطلاح زاویه حد من بگیرم، این تتا سی مثلا، این تتا یکی که وجود داره اینم تو محیط دوم هست، محیط یک و دو، اگر پی دوم بگیرم این رو، اون وقت میبینیم که این یک منهای این هست، یه عدد به اصطلاح محدود در واقع در میاد، بنابراین عمق نفوذ در مرتبه طول موج در واقع در خواهد اومد. اگر یک کمی از اون زاویه حد بیشتر باشه، عمق نفوذ ما در مرتبه طول موج نوریه که تابوندیم، نور به صورت عام دارم عرض میکنم، نه نوره حالا هر نوع چیز الکترومغناطیس باشه که معمولا اسمشو میذاریم نور، نور به صورت هر نوری که تابیده در واقع بشه، اون وقت میگیم که تقریبا در مرتبه طول موج نفوذ میکنه. بنابراین اگر من این تا بی نهایت نباشه، اون وقت
به اصطلاح میتونم بگم که اگر اینو محدودش بکنم، اینو محدودش بکنم، اون وقت میبینید اینجا شما یه طول یک دامنه در واقع دارید که میتونه نفوذ بکنه تو این سمت سوم. یه یک داشته باشیم، یه مثلا اسلبی در واقع داشته باشیم، یه بورهی مثلا داشته باشیم از یک محیط، محیط مثلا شفاف، و بعد یه محیط آخری در واقع داشته باشیم. میبینیم که توی محیط سوم میدان وجود داره، اینجا مثلا رسانه باشه یا مثلا فرض کنید یک محیطی باشه که این وضعیت ها توش برقرار باشه، میتونه نفوذ بکنه و شما تو محیط سوم هم میدان داشته باشیم. حالا برای اینکه این حرفایی که زدیم همه رو به صورت یک کمی شفافتر تو یه سری از مسائل ببینیم، اجازه بدید من یه دو سه تا مثال از این حرفایی که اینجا زدم بزنم، بعد برم جلوتر و خب اولین مثالی که اولین مثال این باشه، این حرفایی که من دارم میزنم یه خورده ثقیل به نظر میرسه ولی فوق‌العاده ساده است. یعنی اگر راهش رو یاد بگیرید اصلا هیچ کاری در واقع نداره. همین که بدونید رسانه هست و اون زاویه ها و زاویه مربوط به رسانه و ضریب شکستش میشن موهومی، همین کفایت میکنه. یا اینکه اگر از زاویه حد بالاتر باشه شما زاویه رو باید موهومی بکنید، بقیهش خیلی ساده است، خیلی مثلا ابتدایی خواهد بود. اولین مثال برای فرود عمودی از هوا بر روی محیط رسانا، N1 مساوی با 1، N2 چون رسانا هست N به اضافه K هست. میخواییم به اصطلاح ضرایب فرنل مربوط به تابش و بازتابش و شکست یا عبور رو در واقع پیدا بکنیم که چقدره، و اندازش و فاز مربوط به هر کدوم از اینا رو تعیین بکنیم که چی هستش. خب این مثال ساده ای در واقع هست. یادمون باشه وقتی فرود عمودی در واقع بود بین پی او اس هیچ فرقی در واقع دیگه نداشت، عملا یکی در واقع میشد. بنابراین من دیگه اندیس پی او اس دیگه نمیذارم اینجا. آره یک دو هست که تبدیل میشه به ان دو، هر جا زاویه هست میذاریم یک، کوسینوس تتا رو میذاریم یک چون همه عمودی در واقع هست. ان یک منهای ان یک، محیط دوم اینه، محیط اول اینه، محیط دوم رساناست، محیط اول هواست، پس دیالکتریک میشه ان دو به اضافه ان یک. و تی یک دو هم میشه دو تا ان یک که حقیقی هست، ان دو به اضافه ان یک. پس اینا به این صورته. حالا اگر مقادیرشون رو قرار بدیم برای این آر یک دو، این یه کمیت مختلطه، پس یه اندازه داره، یه نرم داره، یه فاز داره. اسمشو بذاریم آی فی مثلا، یا فی رفلکشن بذاریم. این یکم به همین ترتیب تی یک دو هست در ای به قوه آی فی تی، اسمشو بذاریم متناسب با همین ترانزیشنی که اینجا داریم. پس اینها نرماش رو باید یه بار حساب بکنیم. نرماش هم که راحت حساب میشه دیگه، من N2 رو اگر این بذارم، N1 رو این بذارم در اینها، و بعد
در مزدوجشون ضرب در واقع بکنم، یه رادیکال بگیرم میشه نرمش. پس کافیه که این رو بذارم نتیجه کار رو فقط می نویسم که میشه n منهای 1 به توان 2 به اضافه k2 تقسیم بر n به اضافه 1 به توان 2 به اضافه k2 به توان 1 دوم میشه این ای به توان آی. به جای این فی آم آره هم در واقع باید فی در واقع مزدوج مخرج اگه ضرب کنیم که حقیقی در واقع بشه، این مزدوج رو در صورت و مخرج در واقع ضرب بکنیم میشه حالا این رو بنویسم تانژانت فی آر میشه دو تا ضرب داره کی، این هم هستش ان دو منهای یک به اضافه کادو. اینا رو بعد بذاریم داخل این در مزدوج مخرج ضرب بکنیم. قسم اون تانژانت هست، تانژانت اون فازه هست، قسمت مثلا مجازیش تقسیم بر قسمت حقیقی دیگه. این کارو همه دیگه انجام دادید و راحت میتونید پیدا کنید. این تی یک دو هم به همین ترتیب، این میشه دو تا ان یک داره که ان یکش یکه، بعد این هم هست یکه به اضافه ان به توان دو به اضافه کادو به توان یک دوم در ای به توان آی فی تی که فی تی تانژانتش هست منهای کی تقسیم بر یک به اضافه این. این میشه ضرایب فرنل. اگر خواسته باشید آر رو مثلا به دست بیارید، آر خب هست این به توان دو که مقدار این هم میشه n منهای 1 که این فازه طبیعتاً تأثیر نداره، همین میشه دیگه n منهای 1 به توان 2 به اضافه k2 تقسیم بر n به اضافه 1 به اضافه k2. خب این میشه محیط اول به اصطلاح اون ضریب انعکاس من هستش که با آر نشون داده میشه. اینا هم ضرایب فرنله. معمولا توی محیط دوم وقتی رسانه باشه تی تعریف نمی کنن، میگن جذب، چون جذب میشه همش دیگه توی محیط جذب میشه. در انتها به دلیل اون کای آیه که عرض کردم همش در واقع انتقال دیگه دامنه کاهش بده میکنه. اگر محیط دوم تا بی نهایت در واقع بره، معناش اینه که اون جذبی که وجود داره که با ابزورپشن در واقع نشونش میدیم این یک منهای آر هست. این میشه اون چیزی که یک منهای آر هست که برای حالت عمودی میشه چهار این تقسیم بر این به اضافه یک به توان دو به اضافه کادو. این اینو ما قبلا به دست آورده بودیم توی این رادیکال های بزرگ هم بود در حالت تتا یک مساوی با صفر. این بود یه کای آی داشت منهای کای آی به اضافه رادیکال کای کا منظورم اون به صلاح نه 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 ثابت دیالکتریک در واقع بود. یه انوکی تعریف کرده بودیم، این کای بود رادیکال منهای کای آی مثبت رادیکال نمیدونم کای آر به توان دو یا همچین چیزایی بود دیگه، همچین چیزایی در واقع در آورده بودیم. این منظورمون اینه، این به صلاح چیزی که اینجا داریم منظورمون همون انوکایی هستش که قبلا تعریف کردیم.
این قسمت حریری ظریف شکست در واقع است، این قسمت مجازیشه که این ظریف شکست حریری و مجازی با ثابت‌های دی الکتریک ارتباط داشت که یه حالت‌های حدی هم در واقع برش در نظر گرفتیم. بنابراین اینا با همدیگه همشون ارتباط داره، هیچ کدوم از اینا حفظی نیست، اینا رو هر اطلاعاتی در واقع لازم باشه من بهتون خواهم داد در زمان خودش. بعد انرژی داره جذب میکنه، نه کجا آره یک در ورده. ببینید اون تعریفی که آره ببینید اون تعریفی بود که ما برای به اصطلاح تی و اس کرده بودیم، از همین اس دات انا در واقع من استفاده کردم. اگر شما اینطوری تعریف نکنید، اس مطلق در واقع بنویسید، خود اس رو در واقع بنویسید، به این دیگه این رابطه دیگه در نمیاد. پایستگی انرژی داریم، چرا پایستگی انرژی؟ ببینید من دارم همین رو عرض میکنم، این شما چیزی که داریم میگیم این هستش که من تعریفی که برای تی اس و تی پی کردم که گفتم یه جوره خوشرفتارم در واقع هست با اون کارهایی که تو دو سه جلسه قبل در واقع کردم، اینطوری تعریف کردم، دات بکنم در این، یعنی اون چیزی که در واقع عمود بر سطح مشترک داره منتقل میشه، اون قسمت موازیش اصلا در نظر نگرفتم. شما اگر بیاید اصلا عمود نگیرید، بیاید خود اس رو مطلق بگیرید، یعنی انرژی در واحد سطحی که در واقع داره در یه راستای حرکت میکنه، اون وقت این رابطه ها دیگه در نمیاد، یه چیزای دیگه باید بنویسید، اونجا هم باز همین در میاد، فرقی در واقع نخواهد کرد. نه ببینید توی آر حساب نمی کنم، آر که اون قسمتی هستش که داره بازتابش در واقع میکنه، آری که باز توجه بکنید که با این شکلی تعریف کردیم، اینطوری در واقع تعریف کرده، عمود بر این که البته گفتم قدر مطلق هم لازم داره. اینجا من جلسه چهارشنبه تاکید کردم به اینکه قدر مطلق رو اینو باید بذاریم اینجا. بنابراین اگر اینطوری تعریف بکنیم آر میشه یک، ولی اگر اینطوری تعریف نکنیم آر دیگه یک نخواهد شد. آر اون مقداری هستش که مثلا اس پریم یک تقسیم بر اس یک اگر تعریف بکنیم قدر مطلقاش دیگه نخواهد شد، یا عددی در میاد کوچکتر از یک، و بعد اون بخشی که داخل در واقع رفته و داره موازی میره اونم تعریف کن، جمع اون دوتا باز میشه یک. نه نیست، بله آره، ما فقط داریم تعریف در واقع به این صورت میکنیم و داریم به این شکل داریم مشخص میکنیم، باید حتما اون چیزی هم که منتقل شده رو در نظر بگیریم. انرژی یعنی این، انرژی در واقع اون اسه در واقع هست، اون شدته در واقع هستش که باید لحاظ بکنیم، ولی با این تعریف که گفتم یه جوری خوشرفتار هست و این معنا در واقع بخشیدیم که پس یعنی چی اون تیهایی که در واقع وجود دارن، پس میدان وجود داره، پس باید یه چیزی اون طرف وجود داشته باشه دیگه، که اونا داریم میگیم که انتشار نیست، یعنی یه کسی اگه در نقاط دور بشینه هیچ چیز از این دیگه نمیبینه به خاطر اینکه محو میشه. ولی اگر مثلا تیغه من یه تیغه یه بوره یه تیغه‌ای در واقع وجود داشته باشه که داره تاویده میشه، از اون طرف میتونه پس اون طرف داره میرسه، همش که باستابش در واقع نشده که، اون طرف هم داره میرسه دیگه، پس باید مجموع همه اینها رو من بگم به اصطلاح انرژیشون میشه یک، یا به اصطلاح ثابت باقی میمونه. پس نگاه بکنیم، من تو این حالتها این رو فرض کردم که محیط دوم من تا بی نهایت در واقع رفته، پس اون چیزی که جذب میشه به علت رسانندگی محیط در واقع داره اتلاف میشه توی محیط، که اون جیه باعث اتلاف در واقع میشه، این رو داره اتلاف میکنه، رسانه من گرم میشه و مقدار گرمایی هم که در واقع میده نسبت به اون انرژی تابیده این مقداره.
پس این برای حالت عمودی یه همچین شکلی مثلا در اومد. حالا مثال اما یه خورده به اصطلاح برگردونم به این حرفایی که اینجا زدم. مثال دوم این باشه، یه فویلی از نقره به ضخامت دی مساوی با 10^5 متر. پس نقره است، پس رسانه است و رسانندگی جی مساوی با 61.7 × 10^6 زیمنس تحت این زیمنس ها، این بله تحت موج تکفامی با فرکانس اومگا مساوی با 400 π/10^6 رادیان بر ثانیه به طور عمودی قرار دارد. این فویله به طور عمودی نسبت به این موج قرار داره با صرف نظر کردن از انعکاس های متوالی که حالا انعکاس متوالی رو خواهیم دید که چیه، میدان های انتقالی را به دست آوری. یک ضخامت اینجا داریم، این دی، این ان یک، یک ان دو فویل، پس به اصطلاح این مختلط هست، این یک هم باز یکه. از اینجا یه موجی تابیده میشه به این فویله، از این طرفش خارج میشه. ما میخوام ببینیم میدان انتقالی در واقع چقدر هست. این محور زده من فرض کنید یه ای صفری گفتیم عمودی تابیده میشه، اینجا در عبور ای یک هست، اینجا که در واقع میرسه به این انتها میشه ای دو و اینجا که در واقع هست میشه ای سه. خب این میدان ها رو پیدا بکنیم که چقدر هست. از اینجا به اینجا یه انتقاله، یه تی یک دو داریم، از اینجا تا به اینجا یه کاهشه، دامنه کاهش پیدا میکنه و از اینجا اینجا باز یه انتقال داریم از دو به سه، محیط یک دو سه. میخوام این چیزی که ایسه ای که اینجا هستش بر حسب این ایکه پیدا بکنیم که چقدر هست. این کار رو میخوام بکنیم و توجه بکنید که این دو من اینجا مختلط در واقع هست. خب بذارید دیگه اون طرف نرم، از اینجا شروع کنم.
اینجا چون رسانندگی نقره خیلی بالا در واقع هست، اون ثابت دیالکتریکش در مقابل رسانندگیش میتونیم صرف نظر در واقع بکنیم، تو مثلا داده نشده. بنابراین توی برای اندوی که اینجا من نوشتم، این اندوی که اینجا هست، این اندو به توان دو همون کاه هست که این کاه بود کادو به اضافه آی جی تقسیم بر اپسیلون صفر اومگا، که کادو در مقابل این خیلی کوچیکه، با تقریب میتونیم بگیم این هست آی تقسیم بر جی اپسیلون صفر اومگا. بله؟ من این قسمت رو با این قسمت تا نه آیش رو کار ندارم، اندازه اینا رو دارم مقایسه میکنم، میگم این با این در واقع از این خیلی کوچکتره ثابت دیالکتریک، با این اندازه این مقایسه میکنم اینه. بنابراین ببخشید این اندو بود، اندو این هستش، اندو کاه هست. این معناش اینه که خود اندو که دنبالش در واقع هستیم هست رادیکال آی جی تقسیم بر اپسیلون صفر اومگا. این آی رو اگر من بنویسم ای به توان آی پی دوم، یه رادیکال هم داره میشه آی پی چارم. آی خودش هست ای به توان آی پی دوم دیگه، یه رادیکال میشه پی چارم جی تقسیم بر اپسیلون صفر اومگا. این اگر بازش بکنید میشه یک به اضافه آی، ببخشید رادیکال دیگه نداره، این میشه یک به اضافه آی تقسیم بر رادیکال دو. پس این قسمت حقیقی و مجازیش در اومد که چیه؟ بله اون آیشو گذاشتیم، این هم بعد بذاریم دیگه. این کوسینوس پی چارم رو من نوشتم یک تقسیم بر رادیکال دو، و این یکی هم به همین ترتیب، پس میشه رادیکال جی تقسیم بر دو اپسیلون صفر اومگا. اون رادیکال دوشو اینجا آوردم، این ای به توان آی پی چارم هست کوسینوس پی چارم به اضافه آی سینوس پی چارم، که هر دوشون با هم دیگه مساوی یک تقسیم بر رادیکال دوه. بنابراین قسمت حقیقی و مجازی ان به این ترتیب بر حسب جی تعیین شد که چیه. قسمت حقیقی ان اینه، اون کیه هم که نوشته بودیم این همونه دیگه، این هست ان دو به اضافه آی کی دو. تو محیط دوم هستیم، پس مقادیر ان و کی ضریب شکست حقیقی و اون ضریب شکست مجازی محیط دوم رو پیدا کردیم که چی هست، که اینها ارتباط داره با همون به اصطلاح میدان الکتریکی که میخوایم برای اینجا بنویسیم، برای ای یک در واقع بنویسیم که چطور منتقل میشه. خب حالا اگر من بیام ای یک به ای صفر رو بنویسم که همون ضرب فرنل هستش، ضرب فرنل برای انتقال تی یک دو بود، دو تا ان یک، ان دو به اضافه ان یک، و این رو هم میتونم بنویسم دو تا ان یک یکه، اینم یکه، به جای ان دو هم که این رو اگر قرار بدم، یعنی حالا ساده شدهش رو اینطوری بنویسم فعلا، ولی بعدم بالاخره باید به این صورت بنویسم، این خواهد شد، این میشه دامنه موج انتقال پیدا کرده بر حسب دامنه موج فرودی. این یک هست ای صفر ضرب در این، یا این یکی در واقع هستش. خب یکم این که حالا از این ای یک از اینجا به اندازه دی میاد این طرف، چقدر دامنش تضعیف در واقع میشه تا به این نقطه برسه؟ من ببینید تو اینجا که این منتقل میشه
دارم صرف نظر میکنم از اینکه این میاد اینجا یه بخشش دو مرتبه برمیگرده منعکس میشه دو مرتبه برمیگرده و اینها، این از این انعکاس صرف نظر کردم تو این که حالا یه خورده بدتر اونم در واقع در نظر خواهم گرفت. فعلا دارم میگم که از این دی چون خیلی بزرگ در واقع هست عملا میتونیم صرف نظر بکنیم. دی یه کمیت بزرگیه، از اون انعکاس ها در واقع دارم صرف نظر میکنم. دارم میگم که این فقط میاد همین موج اولیه که میرسه به اینجا چقدر کاهش پیدا کنه، یعنی ای دو نسبت به ای یک چقدر هست. خب این رو قبلا یاد گرفتیم، اگر دلتاش رو اون عمق نفوذ رو پیدا بکنیم که بود یک تقسیم برای کی دو آی، این کی دو آی هم بود امگا سیوم کی، اما کیو بود که کیو در این حالت میشه کا دیگه نوشتیم، حالت عمودی که باشه کیو میشد کا، و این هم بنویسم سی تقسیم بر امگا. در این حالتی که من دارم این رو میتونم اینجا نوشتم دیگه، عملا کار رو نوشتم که چی هست. این هست چون عکس کا اینجا هستش میشه دو امگا صفر اپسیلون صفر جیوم، دو امگا صفر اپسیلون صفر جیوم. این تو محیط دوه دیگه، همه اینا توجه بکنید تو محیط دو، اگر دوست داشته باشید دو رو هم بزنم، این دو رو اینجا گذاشتم ولی فقط محیط دوه که کا داره، این کای ضریب شکست مجازی در واقع داره، محیط اول و آخر که یه ندارن که. پس این میشه دلتا و چقدر کاهش پیدا کرده دامنه به اندازه ای به توان منهای چی؟ دی تقسیم بره این دلتای دیگه، این در واقع همین هست، این در واقع هستش کا دو آی ضرب داره مثلا جهت زد، جهت زد این هستش، به اندازه این دامنه کاهش داره پیدا میکنه. خود کا دو آی رو اینجا که حساب کردیم که چی هست، بنابراین کا دو آی معکوس دلتا در واقع هست، یعنی معکوس این هست. چقدر رفته جلو تا اینجا؟ زدش چقدره؟ زدش به اندازه دی رفته، بنابراین زد و دی باید بذارم، کادوی آیم یک روی دلتا بذارم به دست میارم همین دی تقسیم بر دلتایی که اینجا تعیین کردم. خب پس این به اندازه اینقدر دامنه این ای یکه کاهش بده میکنم، پس ای دو تفاوتش با ای یک اینه که دامنش فقط کاهش پیدا کرده به اندازه اینقدر. پس ای دو هستش این ای یکی که اینجا تعیین کردیم بر حساب ای صفر ضرب داره این، پس نتیجه این هستش که ای دو هستش ای به توان منهای دی تقسیم بر دلتا ای یک، ای یک هم که بود ای صفر در اون ضریبی که اونجا نوشتیم دو تقسیم بر یک به اضافه ای به توان آی پی چارم رادیکال جی تقسیم بر اپسیلون صفر اومگا. این میشه ای دو من فعلا. یک روی ای صفر؟ آره دیگه فاز داره دیگه، این یعنیش که فاز داره یعنی موج فرودی و انتقالی همفاز دیگه نیستن به دلیل اینکه رسانا شد. خب حالا میخوایم از ای دو بریم به ای سه، از محیط دوم بریم به محیط سوم. یه انتقال دیگه هم اینجا داریم که باید از تیه مثلا دو سه استفاده بکنم. پس اگر این رو بنویسم، بذاره این رو پاکش کنم تا ایسه رو به دست بیاریم ببینیم چی میشه. ایسه به ایدو چیه؟
من چی بنویسم اینجا؟ از دو میرم به سه. دو تا ان دو بله تقسیم بره ان به اضافه ان سه. هم شبیه همینه دیگه، شبیه همینه که اینجا، اینجا از یک داشتیم میرفتیم به دو، پس این یک بالاست، یک به اضافه این، از دو به سه که میریم اون بالایی میشه دو، بعد هم سه، یه تبدیل دیگه فقط دیگه. بنابراین از دو میریم به سه، اون بالا میشه دو، پایینم. خب این ان دو این چیزا رو که پیدا کردیم، ان سه هم که یکه، باز محیط سومم اینو بهتر بذارم ان سه، ولی مشابه با ان یکه دیگه، اینجا تو این شکل این یکه. بنابراین تو این رابطه من این رو میذارم، میشه دو تا یکه به اضافه ای به توان منهای آی پی چارم رادیکال اپسیلون سه اومگا تقسیم بر جی. بله؟ این همین میشه. در واقع من اومدم صورت مخرج رو به یه ان دو تقسیم کردم، این دوشو، این هم میشه یک، این یکی هم میشه معکوس اون ان دوه که اینجا نوشتمش دیگه، که همین هست. یعنی توان معکوسه این میشه منها و اپسیلون صفر، به این هم که به این صورت نوشته میشه دیگه. داره دیگه معکوسه، معکوسه. من اینه میگم اینو تقسیم بکنه به این، در واقع هست این یک به اضافه یک تقسیم بره ان دو، اینو معکوسش بکنید، معکوس این بکنید، این میشه منها، این یکم میشه اپسیلون صفر اومگا جیوم، اینطوری نوشتم دیگه. پس این ای سه به ای دو هم این خواهد شد. خب ای دو که اینه، در این ضرب باید بشه تا به دست بیاد. مقادیری هم که به دست میاد اینا هست، ای دو ای سه به ای صفر در نهایت میشه 57 صدم 10 به توان منهای 4 ای به توان منهای آی پی 4. بنابراین این دامنه موج انتقال پیدا کرده نسبت به این ای صفره، اگر به جای این ای دوه اینو قرار بدید، اینو در این ضریب ضرب بکنید، ای سه به ای صفر در واقع به دست میاد که میشه این مقدار، که این میشه دامنه موج. اون بخش به اصطلاح خود انتقالش هم، یعنی انتقال فاز هم که به صورت ای به توان منهای آی اومگا تی در منهای کادات آرو که باید بنویسیم، یعنی بخواییم خود بردار موج رو کلش رو بنویسیم، این فقط دامنه هاشه، اوناش دیگه مشترکه دیگه، فرقی دیگه نخواهد داشت. خب این مثال دوم، یه خورده مثالمون رو چیزش کنیم. بله؟ 5 دقیقه استراحت؟ باشه 5 دقیقه استراحت کنید، ولی با من صحبت نکنید که این 5 دقیقه عبور نکنه، بیش از 5 دقیقه بشه. ببینید مثال بعدی رو بذارید من از یه موج تختی از هوا به شیشه با ضریب شکست 1.5 میتابد، زاویه بروستر تا
تتا بی را به دست آورید. ب درجه قطبش، درجه قطبش موج، موج منتقل شده و منعکس شده به ترتیب دلتا آر مساوی با آر اس منهای آر پی تقسیم بر آر اس به اضافه آر پی و دلتای تی هم هستش تی اس منهای تی پی تقسیم بر تی اس به اضافه تی پی. ترتیب این است. بله ببینید تعریف درجه قطبش اینه که تفاوت به اصطلاح اون ذرایب انتقال در واقع هست تقسیم بر متوسطشون. متوسطی که میگیم جمع تقسیم بر دو میگیم دیگه، دو رو من اینجا نذاشتم. معمولا تفاوت تقسیم بر متوسطش، این متوسط یه دو هم باید بذارم تو مخرج، یه دو میاد تو صورت، منتها این رو من اینجا نذاشتم، یه دو برابر این میشه. ولی بیشتر مواقع همینطوری تعریف در واقع میکنیم، میگیم که تفاوت نسبی اینها تفاوتشون تقسیم بر جمعشون، اینم تفاوتشون تقسیم بر جمعشون. اگر یکی اینها کاملا قطبیده در واقع بشه، یعنی مثلا فرض کنید آر پی صفر بشه، این میشه یک، میگیم درجه قطبش کامله یکه. اگر جزئی در واقع یه بخش مثلا از پی اگر حذف بشه یه بخشش باقی بمونه، میگیم که مثلا 70% این قطبیده شده. بنابراین اگر یه موجی در واقع تابیده بشه، میخوام یه موج بیضوی مثلا یا دایروی تابیده بشه، اگر آر پیش حذف بشه، خب میگیم که کاملا قطبیده در واقع شده در یک راستا 100% قطبیده شده. اگر نباشه خب این درصد در واقع به ما میده. توی انتقال هم به همین ترتیب میتونه در واقع اینطوری تعریف در واقع میکنیم در هر صورت. حالا اگر پس قسمت یعنی همین بی که اینجا، اگر موج با زاویه بروستر به شیشه بتابد، دلتا تی و دلتا آر چقدر است؟ این قسمت ب. قسمت جیم زاویه بین صفحه نوسان نور قطبیده خطی و صفحه تابش را زاویه سمت می نامیم. اگر زاویه سمت موج فرودی مثبت پی چارم باشد، و تحت زاویه بروستر به شیشه بتابد، زاویه سمت موج منعکس شده و موج منتقل شده چقدر است؟ ببینید این معناش این در واقع هست، این پی و اس و کی که در واقع داشتیم یا یو هتی که در واقع داشتیم، این میدان الکتریکی تو این راستا باشه، زاویه‌ای که این میدان با صفحه تابش، صفحه تابش در
به اصطلاح جهت یو و پی هستش، تو صفحه یو و پی بود، پی بود دیگه در واقع، چون پی موازی با صفحه تابش بود، صفحه تابش هم یعنی زاویه تابش و یو و یو و اینی که در واقع داشتیم. روشنه دیگه دارم چی میگم؟ این کی یا یو که اینجا داشتیم، این صفحه تابش بود دیگه، این پی بود، این اس بود، میدان الکتریک تو این صفحه اس و پی بود، این میدان الکتریکی تو این صفحه، زاویه‌ای که این میدان نمی‌نوشتم، زاویه سمت موج، زاویه بین صفحه نوسان نور قطبیده خطی، این صفحه نوسانی که در واقع این داره اینطوری داره نوسان میکنه، قطبیده خطی این ایش در این راستاست، با صفحه تابش این زاویه رو میسازه، این اس و پی، این یم داره. این زاویه که اینجا میسازه رو بهش میگن زاویه سمت. پس این زاویه سمته، مثلا با فی دوست دارید نشونش بدید، همون یه جورایی شبیه فی معمولی خودمون هستش توی دست مختصات کروی. پس اگر این پی باشه، این اس در واقع باشه، ای در اینجا نوسان بکنه توی این صفحه، زاویه بین این ای و این محور پی و کارو که هر دو توی صفحه به اصطلاح تابش هستن، این زاویه رو در واقع بهش میگیم فی. بله بله، تو قطبش دایروی و بیضوی اون فیه داره تغییر میکنه، اگه خطی باشه فیه ثابت. عرض کردم پی موازی با صفحه تابشه، اصلا پی رو موازی با صفحه تابش تعریف کردیم، این اس که عمودشه در واقع، عمود بر صفحه تابشه. پس اگر میخوام بدونیم، پس میخوام ببینیم که حالا وقتی که اگر فرودش زاویه فرودی پی چارم باشه، این زاویه سمتش، اون قسمت آخر سوال، وقتی بازتابیده میشه اون زاویه چقدر میشه و وقتی منتقل میشه اون زاویه چقدر میشه، اینا رو میخوام به دست بیاریم و بعد این چیزایی که اینجا گفتیم رو تعیین بکنیم. برای اینکه اینو تعیین بکنیم، خب تانژانت الف، تانژانت زاویه بروستر بود N2 به N1 و این یعنی 1.5. محیط دوم به محیط اول، محیط دوم 1.5، محیط اول هم که 1، بنابراین این میشه 1.5 و این تانژانت زاویه بروستر میشه 56.3 درجه. تتا 1 پس تو قسمت ب مسئله گفتیم اگه زاویه تابش من با زاویه بروستر در واقع باشه، یعنی تتا 1 من باشه همون تتا ب، پس میشه همون 56.3. تتا ب چقدر میشه؟ تتا 2 چی میشه؟ متمم این بود دیگه، زاویه بروستر زاویه بود که تتا 1 به اضافه تتا 2 میشد پی دوم 90 درجه بود، پس این میشه پی دوم منهای تتا 1 یعنی 33.7 درجه. اینم از این. حالا انعکاس، انعکاس مؤلفه اس این چیزی که داریم بود سینوس تتا 2 منهای تتا 1 بر حسب زوایا من دارم می نویسم، تتا 2 به اضافه تتا 1. یادتون هست یه بار بر حسب N و زاویه ها نوشتیم، یه بارم N و زاویه ها رو تغییر دادیم بر حسب زوایای تتا 1 و تتا 2 نوشتیم. این آر اس من این میشه که این هست منهای 38 صدم، به جای تتا 1 و تتا 2 این مقادیر رو بذارید میشه انقدر. تتای اس تی اس منم
هستش دو برابر کوسینوس تتا یک سینوس تتا دو تقسیم بر سینوس تتا دو به اضافه تتا یک. این هم مقدار بذاره میشه 62 صدم. ببینید این ایمن یه مؤلفه در راسته پی داره، یه مؤلفه در راسته اس داره. هر دو اینا مؤلفه فقط در راسته پی که نیست، گفتیم پی چهارمه این زاویه در موقع فرود. بنابراین باید هر دوی آر و اس رو در واقع آر اس و آر پی، تی اس و تی پی رو باید در نظر بگیریم، چون هر دو مؤلفه رو در واقع داره میدانای الکتریکی من. یه آر پی داریم، آر پی هست تانژانت تتا یک منهای تتا دو تقسیم بر تانژانت تتا یک به اضافه تتا دو، که واضحه میشه چی؟ کلا میشه صفر. تتا یکی به اضافه تتا دو، اصلا همین بحث بود که آر پی نداره زاویه بروستر اگه تابیده بشه موج منعکس شده، هیچ مؤلفه آر پی در واقع نداره. و تی پی هم بود دو برابر کوسینوس تتا یک سینوس تتا دو تقسیم بر سینوس تتا یک به اضافه تتا دو در کوسینوس تتا یک منهای تتا دو، که اینم باز مقادیرش قرار این که میشه یک، این سینوس یک میشه، اینا هم مقادیرشون که اینجا نوشتم بنویسید میشه 67 صد. پس اینها هم ضرایب میدانهای انتقالی و انعکاسی برای ES و EP در واقع هست. خب به این ترتیب RS که هست RS به توان دو، این به دست میاد 14 صدم. TS که هست N2 کوسینوس تتا 2 تقسیم بر N1 کوسینوس تتا 1 ضرب در TS به توان دو، این میشه 86 صدم. اینا رو یادتونه دیگه، اینا رو نوشته بودیم قبلا. RP که هست RP به توان دو میشه 0 و TP که هست N2 کوسینوس تتا 2 تقسیم بر N1 کوسینوس تتا 1 TP به توان دو، این هم میشه 1. واضح جمع این دوتا باید بشه 1، اگر مقادیرشون هم بذارید میشه 1. خب پس درجه قطبش رو میتونیم پیدا بکنیم. درجه قطبش دلتای R واضحه که میشه 1. در راستای R به صلاح شما قطبش کامل دارید، چون RP حذف میشه، همه مؤلفه در راستای S خواهد شد، میشه قطبش خطی. اگر بیضوی در واقع بود میشد خطی، فقط در راستای S در واقع داشتید. و درجه T مقدارش که هست همون R S منهای ببخشید تی اس منهای تی پی، این میشه منهای 0.08 در واقع خواهد شد. بنابراین این قسمت تی پیش بزرگتر از تی اسش در واقع در خواهد ماند، که اینجا حالا البته نوشتیم دیگه، اینجا هم تی پیش اینجا یکه، اینجا این 86 صدم در واقع هستش. اینها درجه قطبش رو در واقع داره نشون میده، که اینجا 8 صدم فقط 8% قطبیده شده. پس اون چیزی که میره داخل خیلی قطبیده نمیشه، 8% قطبیده نمیشه، اما موج بازتابی 100% قطبیده در واقع شده، فقط در راستای چیز هست. خب این قسمت آخرش هم که عرض کردم واضحه که در مورد موجی که برمیگرده آر پی صفر بود، یعنی این میشد در راستای کاملا اس، یعنی توی
چیزی که هستش این مثلا پپرین باشه، این کی باشه، این اسپریم باشه، اینم کپرین ببخشه، بعد از اون طرف اسپریمو که دستگاه راستگرد در واقع تشکیل بشه، پپریم و اس و کپرین. این واضحه که آره پپریمش صفر بود دیگه، آره منعکس شده، هیچ مؤلفه در راسته پی دیگه نداشت، موازی صفحه تابش دیگه نداشت، این صفره. پس زاویه به صلاح سمت من برای موج برگشتی چقدره؟ پی دوم. پس اگر این فی رو بگیم برای برگشتی پی دوم در واقع هست، اگر این پی چهارم باشه اون حتما پی دوم هست. خب برای موج انتقالی بعد زاویهش رو پیدا کنیم چون دیگه قطبیده نیست، هم در راستای اس داره هم در راستای پی داره، اینجا که داره میره این پی دو اس دو، اینم کی دو. یه ای دوی که اینجا در واقع داریم یه زاویه اینجا میسازه که این زاویه رو من میخوام پیدا کنم، بنابراین باید مؤلفه این در راستای پی و اس رو تعیین بکنم، تانژانتش رو بگیرم بشه اون زاویه. خب این رو اگر بنویسم ای دو اس، ای دو اس بود تی یک دو اس ضرب در ای یک اس، این تبدیل اس ها در واقع به این ترتیب بود که تی یک دو اس رو بنویسم ضرب در ای صف رادیکال دو دوم بکنم. ای یک اس چی بود؟ ای یک اس زاویهش من پی چهارم نبود، بنابراین ای یک اس بکنم، بعد این اگر دامنش ای صف در واقع باشه این میدانه، تصویرش تو این اس در واقع میشه ای صف ضرب در کوسینوس مثلا این زاویه 45 درجه که این رادیکال دو دوم به این خاطر. این ای یک اس ها توجه بکنید، ای یک اس دارم می نویسم نه خود ای، مؤلفه ها رو دارم می نویسم. و بعد ای دو پی هم هستش تی یک دو پی ای یک پی، این هم باز همون ای صفر رادیکال دو دومه، میشه تی یک دو پی ای صفر رادیکال دو دوم. حالا اینا تانژانت آلفا که این آلفا منظورم همون زاویه سمت در واقع هستش، این خواهد شد ای دو اس به ای دو پی، نسبت این میدان ها رو که تانژانتش رو به دست بیاریم میشه اون زاویه سمت که هست تی یک دو اس به تی یک دو پی، که این میشه کوسینوس تتا یک منهای تتا دو این دوتا. این رو اگر به این تقسیم در واقع بکنید اس رو به این این صورتاش که حذف میشه، این سینوس تتا هم حذف میشه، میشه فقط همین. البته میتونستیم خب همین مقادیرم که اینجا به دست آوردیم جایگزین بکنیم، ولی از نسبت این دوتا همین در واقع در میاد که میشه 92900 که آلفا نتیجه میشه 43 درجه. پس زاویه سمتی که در واقع داره، زاویه سمت میدان در موج انتقالی با محور پی، زاویه با محور پی که زاویه سمت در واقع هستش، زاویه 43 درجه میسازه. این مثال بعدی من هست، این یه خورده 5 دقیقه گذشت، یه مثال دیگه هم من بگم شما حل بکنید این یکی رو، ولی حل بکنید. این مثال آخر شاید بهترین سوالیه بوده که من بارها به کرات در امتحانهای متعدد به فرمهای مختلف در واقع دادم، بنابراین این رو حتما حل بکنید چون که نکات زیادی در واقع توش داره.
شما سعی بکنید حل بکنید، این رو میتونید حل بکنید. این مثال سختی نبود، چیزی نبود، همش از این تبدیلاتی که نوشتیم به دست اومد دیگه. این یکی هم که میگم به همین ترتیب در واقع هست. پس اجازه بدید من این رو پاکش کنم، یه 10 دقیقه فرصت میخوام که مسئله رو بهتون بدم. جلسه بعد بگم؟ خب پس الان اجازه بدید پس راجع به امتحان صحبت کنیم. ببینید امتحان، من عرض کردم اگر قرار باشه که من از اول ترم در واقع به شما گفتم امتحان اول و دوم اجباری نیست، اینا رو که ضبط نمی کنید شما. آره دیگه امتحانه دیگه، دیگه ربطی به درس نداره.